بیت بزرگ مجلس جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسین شیرازی دام از الله در شهر مقدس قم همواره شاهد حضور میهمانان از کشورهای مختلف است. بخشی از این میهمانان زائران حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه علیه السلام از کشور عراق هستند. روز گذشته شنبه 31 اردیبهشت بیت مرجعیت شیعه میزبان دو قافله ارض کربلا و یال سالات الحسین از شهر سوق و شیوخ در استان زیقار عراق بود. این زائران که همگی از جوانان عراقی بودند در زمان نشست علمی روزانه آیت الله العظما شیرازی دام از الله نیز حضور یافتند و از معظم الله درخواست نصیحت کردند که آیت الله العظما شیرازی نیز دقایقی به زبان عربی با این جوانان سخن گفتند. النصيحة التي أؤكد عليها مرارا وهذه مسألة مهمة جدا بل أهم المسائل خصوصا على الشباب خصوصا شباب العراق العراق المظلوم العراق المضطهد العراق المبتلى حق الشباب على الشباب أنتم الشباب المؤمن ترحون للإمام الرضا عليه السلام عاهدوا الإمام الرضا عليه السلام أن تعملوا بهذه الكلمة التي قالها صلوات الله عليه قال رحم الله من أحيا أمرنا واحد قال للإمام كيف يحيي أمركم يعني شلون فأجاب عليه السلام بكلمتين قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس انتو الشباب المؤمن خصوصا في العراق خصوصا الشباب اللي في أطرافكم بالجامعة وياكم بالمدرسة وياكم بالعشيرة وياكم بالمحلة بالقرية بالريف بالمدينة وياكم بالشغل وياكم بال دراسة خصوصا هؤلاء الشباب حاولوا لينفلتوا عن أهل البيت حاولوا إخوانكم أقربائكم معارفكم وجهوهم أرشدوهم إلى ما يسمعون منكم ودوهم إلى ناس اللي يسمعون منهم هذه مسؤولية عاهد الإمام الرضا عليه السلام على أن تعملوا بهاتين الكلمتين من الإمام صلوات الله عليه. لازم به ذکر است این جوانان عراقی که از شهر سوق و شیوخ در استان زیقار عراق هستند پیاده از کشور عراق برای زیارت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام به ایران آمدند. این دو کاروان اکنون به قم رسیدند و ادامه راه را نیز به صورت پیاده به شهر مقدس مشهد مشرف می شوند که در ایام ولادت حضرت امام رضا علیه السلام زائران حضرت باشند.